برنامه صحبت روز. سلام بینندگان عزیز، سلسله برنامه صحبت روز است پیشنهاد شما از تلویزیون بهارستان. در برنامه امروزه فعالیت مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال هفتم مورد ذهن شما قرار میگیرد و با ارادت و صداقت مندی در برنامه امروزه ما شرکت دارند یاور دایرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالباسط شادینی. خوش آمدید به برنامه صحبت روز. چنان که به ما و شما معلوم است، 7 سال باز مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داوطلبان را سنجش دانش میکند و شامل میکند به مکتب های عالی. میخواستیم اکنون از نوگانی های ساحه در سال 2020 صحبت کرده باشید. ما همه ساله کوشش می نماییم که با مقصد تکمیل نظام امتحان های مرکز ملی داخلشوی بعض اقدام ها را عملی سازیم. از جمله سال جاری نیست با مقصد تکمیل این نظام یک چند کارها به انجام رسانده شدند. یکی از این کارها این تهیه طرح نوی مجموعه فنهای امتحانی برای داخل شوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در زمینه تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی می باشد. طوری که معلوم است داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی سالهای پیش معمولا برای داخل شوی به کالج ها و دانشگاه و دانشکده ها دو امتحان رو می سپاریدن، یعنی توسط مرکز من در نظر دارم، آن هم باشد قسمی A امتحان عمومی و قسمی B امتحان اختصاص. شروع از سال جاری موافق طرح نو چون این داوطلبان تنها یک قسمی امتحان رو می سپارند، آن هم باشد نام گرفته است قسمی A امتحان در زمینه تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11. در مورد داوطلبانی دارای تحصیلات عمومی اساسی صنف 9 همین رو باید من ذکر نمایم که ترتیب چون سالهای پیشین به تغییر باقی مانده است و این داوطلبان البته در مورد نامی امتحانی که چون این داوطلبان باید سپرند تغییرات پیش بینی شده است، یعنی تغییرات به عمل آمده است انیق ترش. آن هم باشد گویم قسمی AB 9 که سالهای پیشین ما در نظام سال گذشته در نظام وارد کرده بودیم، شروع از سال جاری قسمی B امتحان در زمینه تحصیلاتی عمومی اساسی یعنی صنفی نهم نام گرفته است. وابسته به همین از نفرانی که سال جاری خواهش اشتراک را در امتحان های مرکز ملی داخل شوی دارند، ما دعوت می نماییم که با معلومات مفصل درباره طرح نوی مجموعه فنهای امتحانی از سامانه مرکز شناس شوند و کوشش نمایند که این دو قسم را با هم اشتباه نگیرند، یعنی قسمی A اگر ساده کرده گوییم این امتحان برای داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی می باشد، قسمی B باشد این برای داوطلبان دارای تحصیلات عمومی اساسی. سلامت باشید، تشکر. ماه مرد آغاز گردید به قیدگیری داوطلبان در نقطه های به قیدگیری در کدام وضعیت قرار دارد؟ همین جریان به قیدگیری شروع از 2 مرد سال جاری مرحله اساسی به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحان های مرکز ملی داخل شوی سال جاری آغاز گردید و برای به قیدگیری داوطلبان چون سالهای پیشین در یک چند شهر و ناحیه انتخاب شده نقطه های دائمی به قیدگیری و اینچنین سیار تشکیل کرده شدند. قید کردن به مورد است که شماره شهر و ناحیه هایی که سال جاری در آنها نقطه های دائمی به قیدگیری تشکیل کرده شدند به 38 رسید و اینچنین در 27 شهر و ناحیه دیگر نقطه های سیاری به قیدگیری فعالیت میکنند. قید کردن به مورد است که معلومات مفصل درباره نشانی هر یک نقطه به قیدگیری و اینچنین معلومات درباره مهلت فعالیت نقطه های سیاری به قیدگیری در سامانه مرکز جای داده شده است. خواهشمندان می توانند با این معلومات از سامانه مرکز شناس شوند.
یکی از مرحله‌های اساسی برای داوطلبان این اشتراک کردن در امتحان‌ها است. امتحان‌ها می‌باشد. اکنون می‌خواستیم فهمیده باشیم که چه تدبیرها اندیشته شده است از جهت در سطح ضروری گذراندن امتحان‌های سال 2020. موافق ترتیبی که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است، امتحان‌ها در مرکز‌های امتحانی که در زمینه مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه ها تشکیل کرده می شوند برگزار می گردند و البته عین زمان ما می دانیم که مرحله اساسی به قیدگیری ادامه دارد و شماره مرکزهای امتحانی تنها پس از به انجام رسیدنی مرحله اساسی به قیدگیری معلوم کرده می شود. معلوم است که مثلا مرکزهای امتحانی در کدام شهر و ناحیه ها تشکیل کرده می شوند، زیرا طوری که معلوم است این وقتی به قیدگیری هر یک داوطلب مکان امتحان سپاری را انتخاب می نماید. در خصوصی مرکزهای امتحانی البته کارها بعدتر شروع می گردد، از جمله هم انتخاب مؤسسه تعلیمی هم آماده نمودن این مؤسسه تعلیمی برای برگزاری امتحان ها. در مورد خود امتحان ها ما باید همین را تاکید سازیم که در خودی ترتیب برگزاری یگان تغییرات به عمل نیامده است. البته در مورد قسم های امتحان الکی من گفته گذاشتم و خودی برگزاری بدون تغییرات باقی مانده است و البته در مورد یک نکته باید اینجا من تاکید سازم که در مورد وقتی جدا شده برای سپاریدن امتحان تغییرات به عمل آمده است و این تغییرات برای آن نفران پیش بینی شده است که امتحان قسمی ا امتحان در زمینه تحصیلات میانه عمومی را می سپارند. اگر سالهای پیشین وقتی جدا شده برای هم قسمی ا امتحان عمومی و هم قسمی ب امتحان اختصاص 165 دقیقه را تشکیل می داد، فنهای گومانیتری و طبیعی ریاضی را به نظر گرفته وقت را موافق ترتیب مقرر گردیده تغییر دادیم. در باره وقت جدا شده معلومات مفصل در دستور اطلاعاتی متدی راهنمای داوطلب جای داده شده است. آن نفرانی که قسمی ا را باید سپارند می توانند در باره وقت جدا شده برای سپاریدن امتحان ها امتحان قسمی ا عمیق‌ترش از دستور اطلاعاتی و متدی راهنمای داوطلب معلومات مفصل را پیدا نمایند. همچنین وابسته به طرح نو یک نکته دیگر را ما باید اینجا تاکید کرده گذاریم که تغییرات در شماره سوال و مسئله های تستی هر سوب تست نیست به عمل آمده است و شماره سوال و مسئله های تست نسبت به سالهای پیشین در بعضی از فنها بیشتر کرده شده، در بعضی از فنهای دیگر کمتر. یعنی با این معلومات نیست داوطلبان می توانند از دستور اطلاعاتی متدی راهنمای داوطلب شناس شوند. سلامت باشید. شفافیت برگزاری سنجش دانش داوطلبان با کدام راه ها تامین کرده می شود از جانب مرکز و از جانب کارمندانی که در روند امتحان سپاری اشتراک میکنند؟ باید تاکید سازم که مسئله تامین شفافیت امتحان ها در مرکز در جای اول قرار دارد این مسئله و ما همگان میدونیم که تمامی جامعه و همچنین رهبریت کشور به امتحان های مرکز زمینه دخشوی و مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جنوب تاجیکستان توجه مخصوص دارند. خوشبختانه ما میدونیم که همه سالت در این امتحان ها حدود 100 هزار داوطلب اشتراک می نمایند و همه سالت در خصوص تامین شفافیت امتحان ها و همچنین عدالت و ارزیابی عادلانه ما بارها تاکید می سازیم و اینچنین چاره های ضروری رو برای تامین این مسئله ها می اندیشیم و البته نگفته نماند که سال جاری نیز ما تمام کوشش رو به خرج می دهیم تا اینکه شفافیت تمام روند ها تامین کرده شود، دانش و مهارت ملکه هر یک داوطلب
عادلانه ارزیابی کرده شود. برای دسترسی برابر علاقه تمام چوره ها اندیشیده شدند. یعنی ما میدونیم که با قیدگیری در خود شهر نایاد برگزار کرده می شوند و اینچنین خود امتحان ها نیز در شهر نایاد دایر می گردند. یعنی دسترسی برابر تأمین است. البته مسئله مهم این خود شفافیت. برای تأمین شفافیت ما باید اینجا بگیم که هر یک داوطلب اگر از آن امکانیت و شرایطی که مرکز فراهم آورده است استفاده نماید و اینچنین پدر و مادر او از این امکانیت و شرایط استفاده نماید، به آسانی درک می نماید که تمام روندها شفافند و اینچنین دانش و مهارت هر یک داوطلب عادلانه ارزیابی کرده شده است. از همان اگر ما روند امتحان ها شروع نماییم، طوری که معلوم است تمامی روند توسط کامیروی نظارتی ثبت کرده می شود و اینچنین با مقصد این روند رو مشاهده کردنی پدر و مادران و دیگر شخصانی که داوطلبان رو همراهی می کنند در هر یک مرکز امتحانی تالارهای مخصوص تشکیل کرده می شود. در آن تالارها پدر و مادران روند امتحان ها رو نظارت می کنند و اینچنین موافق ترتیبی که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است همه ساله برای مشاهده و نظارت این روند از حساب فعالان هر یک شهر و ناحیه کمیسیه و جمعیتی تشکیل کرده می شوند و قید کردن به مورد است که پس از برگزاری امتحان ها کتابچه‌های تست در دستی داوطلب می ماند. اینچنین بعد از برگزاری امتحان ها مرکز جواب های درست کلید های سوال و مسئله های تست رو در سامانه اش نشر میکند و همچنین پس از دسترس گردیدن این ورقه ها به مرکز ورقه های مذکور نسخه برداری کرده میشوند. نسخه های الکترونی هر یک ورقه پر کرده داوطلب در کابینت انفرادی اش جای داده میشود و در روز اعلان نتیجه ها و البته ما میدونیم که جدول های موافقت خال ها و بل ها تهیه و نشر کرده می شود. این هم در سامانه مرکز. البته تمام این موادی که برای داوطلب دسترس است با آسانی می تواند از آن استفاده نماید. اگر داوطلب از همه این مواد از جمله کتابچه تستی پس از امتحان ها با خود گرفته داوطلب جواب های درستی بعدی امتحان ها در سامانه مرکز نشر گردیده، گونه الکترونی ورقه جواب های پر کرده داوطلبان و جدول های موافقت خال ها و بل های در سامانه مرکز نشر گردیده، به هر یک داوطلب امکان می دهد که به آسانی درباره ارزیابی عادلانه دانش خود از طرف مرکز معلومات پیدا نماید و همچنین استفاده این مواد با داوطلبان و پدر و مادران آنها امکان میدهند که فریفته هر گونه شخصی قلاب و ناپاک نگردند، زیرا طوری که معلوم است در نظام امتحان های مرکزی داخل شوی دو عامل اساسی برای رسیدن به هدف است. عامل یکم به شبهه دانش، مهارت و ملکه داوطلب و عامل دوم این داشتن معلومات درباره روند و مرحله های گوناگون امتحان های مرکزی داخل شوی. در روند امتحان های مرکزی داخل شوی کفیل یگانه برای سزاواری نام دانشجو شدن این دانش، مهارت و ملکه داوطلب است و کسی در این راه به داوطلب کمک کرده نمیتواند. تمام روندها بدون تاثیر عامل های انسانی براه مانده می شود و داوطلبان را ضرور است که تنها و دانش، مهارت و ملکه خود تکیه کنند. یعنی به عبارت دیگر تامین کننده شفافیت خودی داوطلب، پدر و مادر آنها، مسئولیت شناسی آنها و زیرکی سیاسی نسل معاصر است. راهنمایی که مثلا همه ساله چاپ می شود با تعدادی معین و دسترس می شود، امسال نیز این روند براه مانده شد و اینکه نه؟ یکی از مواد مهم برای داوطلب این دستور اطلاعاتی و متدی راهنمای داوطلب است که همه ساله نشر کرده می شود. امسال نیز این داوطلب نشر گردید و به مؤسسه تعلیم تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی دسترس گردانده شد. البته ما همه ساله کوشش می نماییم که شماره
این دستور رو، یعنی تعداد این دستور رو زیادتر گردونیم. این سال نیز این دستور به تعداد زیادتر نشر کرده شد و نگفته نماند که این دستور به طور رایگان به هر یک مؤسسه تعلیمی دسترس گردانیده می شود و همچنین برای استفاده گونه الکترونی این دستور طوری علاقه من قید نمودم در سامانه مرکز جای داده می شود و هر یک خوشمند می تواند یا از دستوری چوپی که در هر یک مؤسسه تعلیمی دسترس است، اینچنین این مؤسسه این دستور در شکل چوپی در کتابخانه های هر یک شهر و ناحیه نیست هست، یا اینکه از گونه الکترونی آن که در سامانه مرکز جایگیر کرده شده است استفاده نموده در باره امتحان ها و ترتیب و قایده های مقرر گردیده معلومات مفصل پیدا نماید. امتیاز ها چون سال های پیشین همون گونه ماندن یا اینکه تغییر خوردن و اون من امتیاز در نظام معاصر با کی داده میشه؟ نه در ترتیب دادن امتیاز ها و همچنین نه در گروه های حقوقی گرفتن امتیاز رو داشته تغییرات به عمل نیامده است. هم ترتیبی دادن امتیاز ها و هم گروه های حقوقی گرفتن امتیاز رو داشته چون سال های پیش به تغییر مانده است. البته در مورد کوفیسیانت ها که با داوطلبانی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، دانشگاه دولتی طبی ختلان و اینچنین اختصاصی کاری ممدایگی کالج های طبی داده می شود. باید همین رو من گویم که طوری که معلوم است سال های پیشین کوفیسیانت با قسمی ب بلی از قسمی ب به دست آورده داوطلب ایلوه کرده می شود. از سال جاری طوری که ما می دونیم قسمی ب دیگر وجود ندارد. این کوفیسیانت با قسمی ا یعنی همون امتحان در زمینه تحصیلاتی میانه عمومی ایلوه کرده می شود. معلومات مفصل رو باز هم ما قید می نماییم که از دستور اطلاعاتی متدی راهنمای داوطلب دسترس کردن ممکن است. تشکر. مورد گروه و اختصاص ها می خواستیم باری دیگر صحبت کنید، امسال در کدام وضعیت قرار دارد؟ در حقیقت یکی از مسئله های مهم که عین زمان بنابر ادامه داشتن روند به قید گیری ما باید به آن تاکید سازیم این است که متاسفانه در انتخابی هم گروه های اختصاص ها و همچنین خودی کامبینات اختصاص ها ما همه ساله بعضی از مشکلات رو میبینیم. این هم باشد مشکلات یعنی از طرف بعضی از داوطلبان انتخاب نشدنی گویم گروه های اختصاص ها یا اینکه عموما بعضی از اختصاص ها می باشد، یعنی بعضی از گروه های اختصاص ها را داوطلبان بیشتر انتخاب می نمایند، بعضی گروه های دیگر را داوطلبان کمتر انتخاب می نمایند. این حالت البته چون سال های پیشین قریب که به تغییر مانده است و طوری که معلوم است ما همه ساله معلومات آماری را همه روزه در روند به قید گیری انیقترش در سامانه مرکز جای می دهیم. موافقی این معلومات اگر ما روندی به قیدگیری داوطلبان رو تا 20 مارت تحلیل نمویم، متاسفانه حالت کمی گوییم نگران کننده است. آن هم مثلا گروه اختصاص های پنجم چون سال های پیشین از جهت سر انتخابی در جای یکم قرار دارد و شماره عمومی داوطلبانی این گروه اختصاص ها رو انتخاب کرده 73 درصد، یعنی حدود 74 درصدی شماره جای های نقشگی رو تشکیل میدهند و شماره از جهت سر انتخابی در جای دویم چون سالهای پیش گروه اختصاص های چهارم با 71 درصد و در جای سیوم گروه اختصاص های سیوم با 59 درصدی شماره جای های نقشگی قرار دارد. متاسفانه چون سالهای پیشین گروه اختصاص های یکم طبیعی و تکنیکی رو شماره کمی داوطلبان انتخاب نمودند و این هم باشد همگی 29 درصد شماره جای های نقشوی را تشکیل میده. از جهت کم انتخابی در جای دویم چون سالهای پیشین باز هم گروه اختصاص های دویم یعنی اقتصاد و گیوگرافیا
قرار دارد. فکر میکنین که با اعلان کردن آموزش 20 ساله فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سالهای منبعد شاید مرحله به مرحله همین گروه های یکم و دویم تامین کرده شوند یا اینکه پر کرده شوند. برای صحبت تشکر. تشکر که دعوت ما را قبول کردید، آمدید صحبت کردید سری مسئله مهم و برای داوطلبان بسیار ارزنده و سری وقتی. بینندگان عزیز، صحبت داشتیم راجع به نوگانی های مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2020. اگر از صحبت ما بهره برداشتید ما خرسندیم. هر نفری که دانش دارد سنجش میکند و به مکتب های عالی مملکت عادلانه و صاف دلانه و با یک شفافیت شامل میشود. خیر تا نزدیکترین دیدار، سلامت باشید. برنامه صحبت روز.